رئیس اسبق اداره برق هرات به اتهام مطالبه رشوه به یک سال زندان محکوم به مجازات شد. مسئولان دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری این ولایت میگویند این فرد برای توزیع یک پایه متر برق که توزیع آن به دلیل کمبود انرژی برق در این ولایت ممنوع است $1000 طلب کرده بود. خلیل رسولی از جریان محاکمه غیابی این متهم گزارش دهی کرده است. دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری دادگاه هرات متهمان قضای اخذ رشوه، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه و انتقال مواد مخدر به زندان این ولایت را محاکمه کرد. در مهمترین دوسیه رئیس پیشین اداره برق هرات که در سال 92 خورشیدی در بدل اخذ یک پایه میتر برق $1000 را مطالبه کرده بود، به یک سال زندان محکوم شد. رئیس این دادگاه میگوید در این دوسیه دو تن شامل هستند که یک آن دو سال پیش محاکمه شده است. قضاوتیار شیراقا منیب تاکید میکند بر اساس قانون این متهم بر علاوه زندان باید به دولت جریمه نقدی هم پرداخت نماید. متهم در قضیه مطالبه رشوت طبق ماده 258 قانون جزا به مدت یک سال حبس تنفیزی و پرداخت مبلغ $1000 آمریکایی جزای نقدی معادل رشوت طبق ماده 209 قانون اجرات جزایی غیابن محکوم به مجازات گردید. فساد اداری یکی از چالش‌های اصلی در اداره برق هرات است. در چند سال گذشته همواره توزیع متر برق در هرات ممنوع بوده، اما صدها باشنده هرات در این ولایت با پرداخت پول توانستند متر برق دریافت کنند. همچنان در یک دوسیه دیگر یک سرباز امنیتی زندان هرات که متهم به انتقال مواد مخدر به 3 زندانی به داخل زندان هرات بود محاکمه شد. همچنان زندانیان نیز که متهم به توزیع مواد مخدر در زندان بودند محکوم به مجازات شدند. هر واحدتان با مدت 8 ماه حبس تنفیزی و در قسمت قاچاق مقدار 150 گرم مواد مخدر نوع چرس هر واحدتان با مدت 3 ماه حبس تنفیزی که مدت 8 ماه حبس تنفیزی که جزای شدیدتر است طبق ماده 156 قانون جزا بالایتان تطبیق گردد محکوم به مجازات گردیدید. مواد مخدر به دست آمده طبق ماده 16 قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر محو گردند. در همین حال جریان رسیدگی به دوسیه چند تن از کارمندان شهرداری هرات که به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه گرفتار شدند برای تحقیقات بیشتر به جلسه آینده معطل گردید.